دهمین روز تیر ماه برابر با 1 ژوئیه، سال 763 خورشیدی برابر با 1384 میلادی، در گذشت شاه شجاع فرمانروای آل مظفر در شیراز، ابوالفوارس جلال الدین شاه شجاع که در یکی از روستاهای توابع شهرستان خواف دیده به جهان گشود، از جانب مادر به سلاطین قراختایی کرمان منصوب می شد. پدرش امیر مبارز الدین محمد مظفر بانی سلسله آل مظفر و پدر شاه شجاع، چنان که در دیوان حافظ و دیگر منابع گفته شده، بسیار تند خو و عصبی بود و چون در بازگشت از سفر جنگی آذربایجان بر دو پسرش شاه شجاع و شاه محمود و خواهرزادهش شاه سلطان خشم گرفت، پسرانش بر او شوریدند و شاه شجاع به پادشاهی رسید. او حکومت اصفهان و ابرقو را به برادر خود قطب الدین شاه محمود و کرمان را به برادر دیگرش سلطان عماد الدین احمد سپرد و خواجه قوام الدین محمد ابن علی صاحب عیار را به وزارت خود برگزید. شاه شجاع برخلاف پدرش تعصب مذهبی زیادی نداشت و گاهی اشعاری نیز می سرود و علاوه بر زیبایی صورت و جوانمردی در هر جنگی که شرکت می کرد پیروز بود و ایران را به حدود طبیعیش بازگرداند و منهای خراسان بر باقی ایران تاریخی مستمر یا مقطعی حکم میراند، چنانکه قفقاز را نیز فتح کرد و مدتی بر بغداد نیز تسلط نمود. سال 1295 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، آغاز نبرد سوم در جریان جنگ جهانی اول. در بحبوحه جنگ جهانی اول و در جریان نبرد وردن، در حالی که آلمانی ها حمله بزرگ و تازه ای را برای تصرف شهر وردن در فرانسه تدارک می دیدند، نیروهای انگلیس و فرانسه به تهاجم وسیعی در منطقه سوم در شمال غربی فرانسه دست زدند. این حمله بعد از یک هفته بمباران شدید مواضع نیروهای آلمانی در این منطقه آغاز شد و هدف آن گشودن جبهه دومی در برابر آلمان و کاستن از فشار آنها در وردن بود. نبرد سوم که قریب 5 ماه به طول انجامید، یکی از خونین ترین و وسیع ترین عملیات های نظامی در طول جنگ جهانی اول است. در این جنگ علاوه بر بکار گرفتن نیروی هوایی به طور وسیع، برای اولین بار از تانک استفاده شد، ولی کاربرد تانک های انگلیسی به علت بارندگی شدید و گلالود بودن زمین ها چندان درخشان نبود. نیروهای انگلیس و فرانسه با وجود تحمل تلفات سنگین در نبرد سوم موفق نشدند آلمانی ها را از مواضع خود در این منطقه عقب برانند. با این حال تلفات و ضایعات وارده بر ماشین جنگی آلمان در این جنگ سنگین تر بود. سال 1297 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، در گذشت سلطان مسعود میرزا معروف به ظل السلطان حاکم اصفهان. سلطان مسعود میرزا فرزند ارشد ناصرالدین شاه قاجار، چون مادرش از خاندان قاجار نبود به ولایت عهدی منصوب نشد. مسعود میرزا در ابتدا با لقب یمین الدوله حکومت مازندران و استراباد و سپس فارس و اصفهان را بر عهده گرفت تا اینکه لقب ظل السلطان به معنای سایه پادشاه را اخذ کرد.